که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیات هاست گریه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه بابل هوایت، بابل هوایت. برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونواده دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه بابل هوایت، بابل هوایت. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیمو وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه بابل هوایت، بابل هوایت، بابل هوایت، بابل هوایت. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله، يا خاتم النبيين، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا الحسنين، يا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك أيتها الصديقة الشهيدة المظلومة المغصوبة حقها، المكسورة ضلعها، صلى الله عليك أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا خامس أصحاب الكساء، غريب
ومظلوم كربلاء ليس الغريب غريب الدار والوطن بل الغريب غريب الغسل والكفن يا أبا عبد الله السلام عليك يا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا ابن الزهراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. رسول مكرم اسلام صلى الله عليه وآله در حدیث مشهوری می‌فرماید که هیچ پیامبری مانند من اذیت نشد. هیچ پیامبری. خوب کم و بیش شنیدید که انبیا چه مصیبت‌ها که از قوم خودشون، از صحابه خودشون، از کفار، از بت‌پرستان، از مشرکین ندیدند. داستان‌های متفاوت، چون‌ها که قرآن روایت کرده و چون‌ها که از احادیث و روایات به ما رسیده. حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت لوط و اذیت‌های متفاوتی که پیامبران خدا در راه تبلیغ دین متحمل شدند. اما رسول مکرم اسلام می‌فرماید که هیچ پیامبری ما اوذی نبیون هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. حالا چه بلایی به سر رسول خدا آوردند؟ چه مصائبی رو متحمل شدند؟ جلسه قبلی مقداری عرض کردیم، این جلسه هم ادامه میدیم از مصائبی که بعد از شهادت رسول الله بر حضرت متحمل شدن، مصائبی که بعد از این که حضرت رو با سم به شهادت رسوندند و حضرت از دنیا رفتن بعد از اون متحمل شد. خب حالا ما اگر دقیقاً از بعد از وفات، بعد از شهادت رسول الله بخوایم به صورت مرتبه تاریخی ذکر کنیم، باید بریم سراغ این که تشییع جنازه رسول الله مثلا به چه صورت بود، که واقعا مصیبت عظیمی بود نحوه تشییع جنازه ایشون. یه روایات رو اگر ملاحظه بفرمایید، رسول الله رو گذاشته بودن در غرفه‌ای، 3 تا 4 تا 5 نفر می اومدن. چند بار این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الاخر می خوندن و می رفتند. چنین تشییع جنازه‌ای بدون عظمتی برای چنین پیامبر با عظمتی
ولی اون چه که میخوایم امروز راجبش صحبت کنیم چیز دیگه است. مطلب اینه که بعد از شهادت، بعد از تمام این قضایا، مصیبت‌هایی رو در نوشتن احادیث و تهمت‌هایی که به رسول مکرم اسلام وارد شده که واقعاً برای خود بنده هم سخته و مشکله که این تهمت‌ها و این استخفافات و توهین‌هایی که در حق وجود مبارک رسول خاتم ایجاد شده و روا شده رو بیان کنم، ولیکن مجبوریم جهت این که بیان بشه که چه مصیبت‌هایی بر سر رسول خاتم آمده از این جهت بیان کنیم. شما در همین عصر خودمون یک شخصیت‌هایی بودند که توهین‌هایی داشتن به رسول مکرم اسلام. خب مردم خونشون به جوش اومد، بر علیهشون بیانیه ها دادن، مثلا قضیه سلمان رشدی و چه در بعضی از کشورهای دیگه از کفار، از مسیحیت، از یهود تهمت ها، توهین ها، استخفافاتی رو در حق رسول مکرم اسلام نعوذ بالله انجام دادن و خون مسلمین به جوش اومد. و عجیب اینه که الان ما سالیان سال هست که در بین خود مسلمین، کسانی که به عنوان مسلمان شناخته میشن، توهین ها و استخفافاتی در حق رسول الله شده، ولیکن بابت این مصیبت ها آنچنان که باید صدایی از مسلمین بلند نشد، که بابت این مصیبت ها نگرانی و مصیبت زدگی و بالاخره عزاداری کنن. گاه برعکس هم شده، گفتن چون که این مطالب برای عده‌ای از مسلمین مقدس هستند، در کتاب مقدسی بوده یا راوی که برای عده‌ای مقدس است اینها رو نقل کرده، نباید به اینها بگیم بالا چشتون ابروست. خب این هم یک مصیبت دیگه است که به رسول خاتم چنین توهین‌هایی که در ادامه عرض می‌کنم شده باشه و عده‌ای بگن چشم بپوشونید، صحبت نکنید، چون مقدسات کسانی خدشه وارد میشه. مگر ما مقدستر از رسول خاتم در اسلام داریم؟ اگر کسی قائل باشه که از رسول مکرم اسلام مقدسی هست که مقدستر باشد، که او کافر به اسلامه، مسلمان نیست. لذا هر چه که مقدس است برای هر که مقدس باشد فدای یک نفس و یک تار موی رسول الله، که اگر حالا اونها مقدس هم باشند، مقدس مزعوم هستند، به زعم خودشون اینها مقدسند. خب حالا بریم ببینیم نعوذ بالله، نعوذ بالله، اینهایی که میگیم توهین کردن به رسول الله در قالب مسلمان چه گفتند، که از امام زمان روحی له الفدا عذرخواهی میکنیم بابت بیان اینها، ولی خب وظیفه ایست و باید برسد. یک نمونه در صحیح بخاری، صحیح بخاری که دیگه شاید اکثرا بشناسن،
از معتبرترین، میشه گفت معتبرترین کتاب اهل عام است. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 49 از عایشه قالت لم اعقل ابوی الا وهما یدنیان الدین ولم یمر علینا یوم الا یأتینا فیه رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه که هیچ روزی زمان که من بچه بودم، به بلوغ نرسیده بودم، هیچ روزی نبود مگر اینکه رسول الله میومد خونه ما و به ما سر میزد. بعد در المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 538 و الطبقات الکبرى جلد 8 صفحه 277 خود عایشه نقل میکنه از رسول الله، نعوذ بالله که رسول الله فرموده تهمت زدن ها. کسی فکر نکنه ما داریم این رو از رسول الله، اونها نوشتن، ما داریم میگیم که چه حرف فجیعی زدند. کسی گمان نکنه حقیقتا رسول الله نعوذ بالله چنین فرمایشی داشتند. من سره احب ان ينظر الى امرأة من الحور العين فلينظر الى ام رومان. اگر کسی دوست داره به زنی نگاه کنه که حور العين براش متجسم بشه، بیاد به ام رومان. ام رومان کیه؟ مادر عایشه. حالا این دوتا رو بذارید بغل هم. هر روز رسول الله میرفت خونه پدری عایشه و بهشون سر میزد. از این طرف میگه چی؟ هر کی میخواد به زنی در زیبایی به مثال حورالعین نگاه کنه، بره به ام رومان نگاه کنه. دیگه توضیح ندم اینو که چه جسارتی شده و اینها چه جسارتی کردن به رسول الله. یک مطلب بعد، روی البخاری، بخاری نقل کرده، عن ابی هریره قالت اقیمت الصلات، نماز به پا شد، و عدلت الصفوف قیامن، صفوف نماز برقرار شد، منظم شد، فخرج الینا رسول الله صلی الله علیه و آله. البته اینها میگن صلی الله علیه و سلم، ما اینو نمیگیم. این صلوات صلوات ناقصه، کما اینکه خود رسول الله فرموده کسی که بر من صلوات بفرسته، به خاندان مطهر من صلوات نفرسته، صلوات ناقص فرستاده. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب، نعوذ بالله. صف جماعت به پا شد، صفها منظم شد، رسول الله آمدند، رفتند جلو. ما از محضر امام زمان عذرخواهی میکنیم بابت این. رسول الله ایستادن در محل نمازشون، یعنی به عنوان امام جماعت. ناگاه یادشون اومد که نعوذ بالله رسول الله جنوب هستند. فقال لنا مکانکم، بمونید سر جاتون. ثم رجع فاغتسل، مردم همینجوری موندن تو صفها. رسول الله رفتن نماز، رفتن غسل کنن، برگردن. ثم خرج الینا و رأسه یقطر، اومدن در حالی که از سرشون آب میچکید. فکبر فصلینا معه، تکبیر گفتند و نماز جماعت شروع شد. این هم صحیح بخاری جلد 1 صفحه 77 و حدیث 275. صحیح مسلم هم جلد 1 صفحه
422 این رو نقل کرده. این چه پیامبری است شما دارید آقای عامه؟ ای کسانی که از علی بریدید، پیامبر شما اینجوره. این پیامبر شیعه نیست. پیامبر شیعه عاری است از هر گونه سهو و خطا و اشتباه و مطهر است. ها توهین هایی است که بعضی از مسلمین، کسانی که ما اونها رو به عنوان مسلمان میدونیم، به رسول الله روا داشتند. یک مسئله دیگه، و فتر الوحی فترتن حتی حزن النبی صلی الله علیه و آله فی ما بلغنا حزنا قدا منه مرارا کی یتردا من رؤوس شواهق الجبال فکل ما اوفا بذروت جبل لکی یلقی منه نفسه تبرا له جبرئیل فقال یا محمد انک رسول الله حق. نعوذ بالله، نعوذ بالله. میگه چی؟ میگه که گاهی اوقات وحی نازل نمیشد، یک فتره طول میکشید، یک زمانی طول میکشید و وحی نمی آمد به رسول الله. رسول الله از شدت حزن که این که وحی چرا بر من نازل نشده، جبرئیل چرا نیومده، چرا خبری نیست، از شدت حزن و گویا نعوذ بالله رسول الله در نبوت خودش شک کرده. چقدر جسارت، چقدر توهین به وجود مقدس رسول الله. اینقدر حزین می شدن و شک می کردن در نبوت خودشون که می رفتن بالای کوه، بر قله کوه، و می خواستن خودشون رو از بالا بندازن که همون موقع جبرئیل نازل می شد یا محمد انک رسول الله حقا، که ای محمد تو رسول اللهی، واقعا رسول اللهی. چنین پیامبری برای خودشون ساختن، چنین تهمت ها به رسول خدا نسبت دادن. ما این ها باید کجا جار بزنیم و کجا بگیم که این گونه چهره مقدس و مبری از هر گونه اشتباه رسول الله رو نعوذ بالله به بزرگترین گناه، گناهی که انجام دهندش مخلد در آتش است، رسول الله رو متهم میکنن که قصد نعوذ بالله خودکشی داشت. چقدر از سلمان رشدی مسلمان ها بیزاری جستند، چقدر از کسانی که کاریکاتورهای موهون نسبت به رسول الله رسم کرده بودن، نعوذ بالله، ما ها منزجر شدیم و اعلام براءت کردیم. مسلمان غیور کجاست که از این فرق اعلام براءت داشته باشه؟ بعضی از مطالب رو که اصلا معذوریم نقل کنیم، معذوریم، یعنی حیا می کنیم از این چیزهایی که اینها نوشتند و نسبت دادند به رسول الله. این مطلب رو بخاری کتاب التعبیر آورده نقل کرده، در کتاب التعبیر حدیث 2982. کتاب الانبیا دوباره همین رو برداشته در حدیث 3392 نقل کرده. کتاب و تفسیر دوباره در حدیث 49-52 نقل کرده. چند جا خود بخاری این حدیث شرم‌آور رو آورده و نقل کرده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسبت دادند به رسول الله، به خود بخاری جلد 1 صفحه 123، که عده‌ای از اهالی حبشه اومدن در مسجد پیامبر مشغول لهو و رقص بودند و
رسول الله نعوذ بالله عایشه رو ورداشته بود برده بود اونجا که نگاه کنن و نوشتن که تا او سیر نشده بود از این دیدن رقص ها و لهو و لعب نعوذ بالله رسول الله بر نگشته بود. کجا ما این مصیبت و این توهین رو فریاد بزنیم؟ دوباره نقل میکنن در همین مضمون صحیح بخاری کتاب العیدین میگه که قالت عایشه، دوباره از عایشه، حالا ما نمیدونیم در اکثر این توهین ها نام عایشه اینجا هست چه خبره؟ دخل علی رسول الله و عندی جاریتان یتغنیان. رسول الله بر من وارد شد، عایشه میگه من دو تا کنیز داشتم، داشتن میرخصیدن دو غنا انجام میدادن و آواز خونی میکردن، رسول الله اومدند و سر جاشون خوابیدند و دخل ابابکر فانتهرنی، ابابکر اومد من رو نهی کرد و قال مزمارت الشیطان عند النبی، با آواز شیطان، غنای شیطان نزد پیامبر، پیامبر خودش نهی نکرد، ابوبکر اومد نهی کرد، نعوذ بالله، ترک نهی از منکر نسبت داده به رسول الله. خب بگذاریم از این مطالب، از این توهین ها، ما یک گوشه ایش رو که تونستیم خودمون رو راضی کنیم یک مقداری نقل کنیم نقل کردیم، وگرنه مطالب و مصائبی رو نسبت دادن که شرم میکنیم واقعا بیان کنیم. خداوند حق رسول مظلوم خودش رو بگیره از اینها که ما دستمون بسته است و باید دعا کنیم، چاره ای نداریم جز دعا و بگیم اللهم عجل لولیک الفرج. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور ولا جعله الله آخر العدن لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا علي ابن موسى
سر رضا ای همه دلها حرمت یا رضا خلق خدا و کرمت یا رضا جن و بشر حور و ملک می برن سجده به خاک حرمت یا رضا بر سر این مملکت از بام تو سایه فکنده علمت یا رضا بس که بود لطف و عطایت زیاد ظرف وجود از کمت یا رضا گر تو قبولم نکنی میدهم به جان زهرا قسمت یا رضا آقا جان زامن آهو به فدایت شوم جود و کرم کن که گدایت شوم نام علی بود بلا زندت بلکه تو یک محمد دیگری زامن آهوی و پیش خدا زامن خلقی به صفه محشری قربون تو آقا برم که فرمودی هر کی به زیارتم بیاد سه جا به دیدنش میام لذا روزی که نامه اعمال من و شما رو به دستمون میدن ان الصراط و ان المیزان اسفل صراط که میخوایم رد بشیم امام رضا دستمون رو بگیره مولا جانم ای به فدایت پدر و مادرم که خوب تر از پدر و مادری مولا جانم آقا جانم از چه غریبان زدی دست و پام ای به همه عالم خلقت امام تو مهدی فاطمه را صدا کن تا
تو از برای فرجش دعا کن. قربونت برم مولا جانم، سوخ در آن حجر زپا تا سرت، خون جگر ریخت ز چشم ترت، بر دل زارت جگر زهر سوخ، آب شده جان جهان ای کرت، مرد و زن پیر و جوان سوختن در پی تشییع تن اطهرت، بر سر و بر سینه خود می زدن. بگیم آقا جان جلالمی فدای شما، وقتی شیعان خبردار شدن که فنای قیمتی آوردن، آقا جان زلای لوغان مهریاشونو بخشیدن برای این که بیان تشییع جنازه شما، بدن شما رو با عزت و احترام با چه عظمتی تشییع کردن یا امام رضا. اما بمیرم برای اون آقایی که بدن مبارکش سرود رو زمین گرم کربلا، بدون غسل و کفن. میخوام بگم یا امام رضا ای کاش به همینم اکتفا میکردن. یه وقت نال عجیب صدا زد از باتون و نعل تازه بزنید بر بدن عزیز زهرای جلو چشای بچه‌اش، جلو چشای خواهرک زینب، تمام استخوان‌های ابی عبدالله را شکسته. آخ بمیرم به کربلا کفن، مگر به غیر بوریا نبود، مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی مگر کسی که کشته شد تلش بره نمی کنن، مگر که بار پیراهن به پیکرش روان بود. بالاتر از اینا بگم یا بقیت الله، سرش به نیزه ها، تنش به خاک کربلا، سرش به نیزه ها، تنش به خاک کربلا، کفن برای او به جز شکست نیزه ها نبود. آخ بمیرم، کفن برای او به جز
شکست نیزه ها نبود، جانم فدای چشم ترت ایها الغریب، زخمی شده تمام پرت ایها الغریب، آتش گرفت قلب تو از زهر کینه ای، قربان داغ بر جگرت ایها الغریب، قدت خمیده مثل عزیز دل نبی، آمد عباب روی سرت ایها الغریب. السلام علیک ایها الامام الرؤوف یا علی ابن موسی الرضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوف الغوف الغوف، أدركني أدركني أدركني. الساعة محمد وآله الطاهرين.